بر همه شما هم عزیزان امیدوارم حال خوب باشه این یکی دو روزی هم که تعطیلی بود استراحت کردید و آماده هستیم که کلام خدا رو بشنویم ادامه صحبت هایی که روز جمعه داشتیم اگه بیاد داشته باشید من جمعه و اگر نبودید یک مرور سریع بکنیم از روز جمعه و مطلب رو ادامه بدیم در راستای این ایمان پیروز یا ایمان جنگنده یا جنگ ایمان همه اینها و عبارت های مشابه هستند من روز جمعه براتون گفتم که در کتاب مقدس بعضی ما در ترجمه ما مشکل پیدا می کنیم و باید سعی کنیم که ببینیم اصل زبان چی میگه به خصوص چند آیه رو براتون خوندم که این آیه ها یه مقدار مبهم بود برای خود من. من سالهاست در زندگی ایمان هستم، اما هنوز یک شاگردی هستم که میخوام یاد بگیرم. از کلام خدا میخوام بیشتر و بیشتر بفهمم. و دیروز در برمن صحبت کردم. در اول یوحنا فصل یک، آیه ی یک و دو، دو تا آیه خیلی ساده بود ولی من این رو خیلی توجه نکرده بودم خدا رو شکر که ما همیشه صد درصد توجه نمی کنیم بعد یواش یواش توجه می کنیم اگر همه رو یه جا توجه کرده بودیم که نیازی نبود اینجا بمونیم می رفتیم در رساله اولی یوحنا فصل یک آیه یک آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده آنچه بران نگریستیم و دست های ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیدیم و شهادت می‌دهیم و به شما خبر می‌دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد بر اساس انجیل یوحنا فصل یک در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود یوحنا در رساله اول خودش رو هم همین رو تکرار میکنه آنچه از ابتدا بود و چی میگه میگه آن را شنیده ایم دیده ایم و های ما لمس نمود سه چیز رو در اینجا یوحنا اشاره میکنه دیدن شنیدن لمس کردن و این باید پایه و اساس زندگی یک ایماندار باشه دیدن شنیدن لمس کردن لمس کردن اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم که حالا موهای بدنمون سیخ بشه یا یه چیزی حس بکنیم رو بدن ما داره حرکت میکنه خیر کلمه لمس کردن یعنی تجربه کردن شما ممکن عکس من رو دیده باشید صدای من رو شنیده باشید اما وقتی میاد با من دست میدید بیشینید کنار من در حضور همدیگه با هم صحبت میکنیم مشارکت میکنیم شما یک تجربه ای رو به دست میارید که قبلا نداشتید فقط عکس منو دیده بودید صدای منو شنیده بودید اما حالا میتونید بگید من تجربه کردم مشارکت رفاقت دوستی با برادر ادوین رو مسیحیت بر اساس سه چیز بنا شده شنیدن دیدن و تجربه اکثر مسیحیان سعی میکنن فقط رو همون دیدن و شنیدن تمرکز بذارن اونم ناقص و به مرحله تجربه نمیرسه در کتاب مقدس در عهد عتیق رو داریم موسا وقتی به کوه سینا رفت هم دید هم شنید و هم تجربه کرد با اون اتفاقاتی که براش افتاد دستش رو برد توی دامنش اومد بیرون دید جزامی اسایی که به دستش بود نمونه رو داریم در اشعیا فصل 6 میگه در سالی که اوزیای پادشاه مرد خداوند رو دیدم که بر تخت خودش جلوس کرده بعد صدای خداوند رو شنیدم که کیست که برای ما برود گفت لبک مرا بفرست و بعد می یک اخگر آتشین از مذبح برداشت و به لبهای من گذاشت گفت تو پاک شدی پس تجربه بود چیزی که من دارم به شما میگم عیزا اینه که شما باید یاد بگیرید اولا گوشهای خودتون رو حساستر بکنید به صدای خدا در کلام و از کلام <تصفيق> 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 چیزی خارج از کلام خدا نیست که خدا حرف میزنه خیلی موقع مردم یا میگم آقا من صدای خدا رو شنیدم میگم آیا مطابقت داره با کلام اگه بگن نه پس <تصفيق> <تصفيق> اگه بگن نه یا چیزی برای من بگن که مطابقت نداشته باشه من نمیپذیرم هر چقدر زیبا باشه یا میگه من خواب دیدم من رویا دیدم <coughs> ببخشید اگر مطابقت نداشته باشه با اصول کلام خدا مردوده پس شنیدن باید از کلام بیاد در کلام باشه چرا ما میگیم بخونید 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 چرا ما میگیم ببینید خدا اونجا داره چی کار میکنه دیدن خدا در هپروت نیست دیدن خدا در کلامشه وقتی شما دعا میکنید، در دعا با ذخیره کلام هستش که خداوند باز میکنه و شما چیزهای رو میبینید در اون ابعاد روحانی که کلام برای شما باز میکنه که قبلا ندیده بودید اما اینها شما رو میاره به جایی که با تجربه بکنید حالا خدا میگه حالا دیدی حالا شنیدی حالا میبرم در جایی که این چیزی که دیدی و شنیدی فقط یک تجربه و آلبوم عکس نباشه خیلی از ایمانداران آلبوم هایی دارن از چیزهایی که دیدن و شنیدن اما تو هیچ جای در زندگیشون کارگر نبوده عملی نبوده اون به درد هیچی نمیخوره جز اینکه که توی تاخچه بذارید بگید آلبوم تجربیات فقط دیدن و شنیدن بود. اما در زندگی روزمره من, من جای نداشته اینها چرا اینا رو گفتم به عنوان مقدمه؟ چون امروز مسیحیت ورشکستگی داره در این قسمت نه خوب میشنویم نه خوب میبینیم و نه تجربه کافی داریم و خداوند میخواد امروز کلیسا رو مجهز بکنه برای دیدن وسیعتری از برنامه او شنیدن صدای او به خصوص در این روزهای آخر که داریم نزدیک میشیم به بازگشت خداوند و تجربه بکنیم در زندگی شخصی و جمعی خودمون برای اون جایگاهی که خدا ما رو دعوت کرده پس حالا میایم به اون جایی که خدا ما رو دعوت کرده گفتم در کتاب مقدس چند تا آیه بود که من روی اونها فهم خوبی نداشتم تا اومدم و به اصل زبان نگاه کردم در انجیل لوقا فصل 18 آیه 8 میگه که چون پسر انسان آید آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ این منظورش ایمان عادی که منو نجات داده ایمان به خون مسیح بخشایش گناهان نیست خداوند مطمئنا از این نوع ایمان پیدا خواهد کرد بسیاری از ما به همه ما امید خدا که اینجا نشستیم از اون ایمان برخوردار شدیم ایمانی که ما رو به نجات مسیح، به بخشایش گناهان، به هدیه حیات جاودانی آورد. اما اینجا طوری عیسی صحبت میکنه که ظاهرا امکانش هست که بسیاری در اون ایمان نباشند. این ایمان یک چیز بسیار نادری باشه، پیدا کردنش آسون نباشه، همه جا نیست. برای اینکه این, این تایید بشه، می‌ریم به رساله اول تیموتائوس، در اونجا پولس خطاب به شاگردش که تیموتائوس هستش این رو میگه رساله اولی تیموتائوس فصل 6 آیه 11 میگوید که لیکن آیه 11 ولی تو ای مرد خدا از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نما آیات قبلش در مورد شهوت پول پرستی شهوات نفسانی صحبت میکنه میگه از اینا دور شو بیا به دنبال چیزهایی که تو رو یک بستر خوبی رو برات آماده بکنه وقتی میگه برو به دنبال عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع یعنی یک بستر مناسب برای یک هدف خاصی ما صبر و دینداری و عدالت رو صرفا فقط به خاطر داشتن این صفات نیست که به دنبالشون میریم این صفات به خصوص یک بستری رو برای ما آماده میکنن که در این بستر ما به یک هدفی دست بیابیم و اینجا این رو به تیموتاوس میگه میگه اگر اینها رو پیروی بکنی یک مسیر سالمی رو برای خودت آماده میکنی و میگه جنگ نیکوی ایمان را بکن و به دست آور آن حیات جاودانی که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گوان بسیار جنگ نیکوی ایمان آیا ما برای ایمان برای نجات باید بجنگیم یا جنگ شده برای ما بر روی صلیب خداوند عیسی مسیح جنگ رو برد شیطان رو شکست داد و گناهان انسان فدیه شدن پس چرا میگه جنگ نیکوی ایمان را بکن چه جنگی است که ایماندار باید بجنگه آیا شما می جنگید که نجاتتون رو نگه دارید؟ اگر قرار من به جنگم و نجات خودم رو نگه دارم از همه بدبختترم چون من صبحش نجاتم رو دارم تا عصر از دست دادم حالا باید شب برم به قول بردار داوود شبان کلیسای جوان ربانی اون که من ایماندار بودم می گفت صبح واکسنش رو بزنی دیگه لازم نداری شب رومش رو بزنی راست می واکسنش رو صبح بزن که مبتلا نشی که شب باید بری سرم بزنی که درمان بشی اما نجات هدیه است که خدا به ما داده ایمانی است که بر حسب فیض افسوسیان فصل دعایی نو که نجات یافتی بر حسب فیض با ایمان نه از اعمال شریعت به تیموتائوس میگه بجنگ برای این ایمان و دوم تیموتائوس فصل 4 آخرین وصیت پولوس قبل از اینکه کشته بشه زیرا من الحال ریخته می شوم یعنی می میرم و وقت رهلت من رسیده است به جنگ نیکو جنگ کردم دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتم بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است و خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد و نه فقط نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. دوست داشتن ظهور خدا همه ما چقدر ما دوست داریم خدا بیاد به همین سرعت نگین این حرفا رو همین راحت این حرفا رو نزنید ما در کلیسا عادت کردیم یه سری حرفا رو همینطوری میگیم آیا واقعا شما دوست دارید خداوند بیاد؟ آمینم نگینا چون اگر دوست دارید خداوند بیاد بدونید قبل از اینکه بخواد اونجا اصلا جشن و شادی و رقص و آواز باشه اول تخت داوری است اول تخت داوری عیسی مسیح برای تک تک ما این وعده وعده ها رو به هم دیگه ندیم حالا میریم اونجا همه با هم البته که اون خواهد بود البته که شادمانی و پیروزی و جشن خواهد بود اما قبلش یک تخت داوری است به یونانی میگه بیما یک تخت بیما هستش یعنی اینجا تختی است که خداوند کار هر کسی رو باید بسنجه در اول قرنچا فصل سه میگوید که اگر از طلا و نقره و جواهر باشه یا کاه و چوب و علف باشه کار هر کسی با آتش سنجیده خواهد شد ایزان شما منتظر زور خداوندید پولس میگه من منتظرم زمان رهلت من اومده با چه اطمینانی پولس میتونه بگه و تاج عدالت برای من حاضر شده با چه اطمینانی این رو میتونه بگه به خاطر اینکه میگه من جنگ خود را کردم میگه که من در دومی تیموتاس فصل 4 به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده ایمان را حفظ داشتم آیا پولس دائما در تلاش بود که نجات خودش رو نگه داره یعنی انقدر پولس ضعیف بود که دائما می جنگید که نجاتش رو از دست نده پولس هیچ وقت نگران نجاتش نبود چون اون نجات بر روی صلیب براش مهیا شده بود و پولس در اطمینان و اعتبار و کفایت خونه عیسی مسیح داشت زندگی میکرد اینجا میگه ایمان را حفظ نمودم من دیروز در برمن گفتم این دوره خود را به کمال رسانیدم منو به یاد دو امدادی میندازه شما در المپیک دیدید دو امدادی رو که چهار نفر میدوند نفر اول میدوه یه چوب دستشه میرسه به پایین خط میره به دونده دوم دونده دوم میچرخه می سوم و چهارم و بالاخره آخرین میاد و از اون خط پایان رد میشه و همه برنده میشن هر چهار تا میان و مدال طلا رو بر اون سکوی افتخار میگیرن یکی از آیاهایی که زندگی منو متحول کرد یکی از قسمت های که زندگی من رو متحول کرد اعمال رسولان فصل 13 آیه 36 بود پولس در اولین موعظه خودش بعد از اینکه از کلیسای انتاکیه با رسالت خارج شد اومد و موعظه کرد و یک آیه خیلی ساده است که اصلا شما اگه این رو آیه رو بخونید میگید که آخه این چیز خاصی درش اما یک معنی بسیار بسیار, بسیار بزرگی درش هست اما رسولان فصل 13 رو میخونیم اگه اشتباه نگاه آیه 36ه. بله آیه سی و اما رسول فصل آیه زیرا که داوود چون که در زمان خود اراده خدا را خدمت کرد بخفت و به پدران خود ملحق شده فساد را دید بعد این چه آیه هی. چیزی توش نیست جزی که میگه داوود اومد زنی کرد و بعد مرد اما اینطور نیست میخوام امروز به شما چیزی بگم در این آیه یک معنی بسیار عمیقی وجود داره اینجا کلام خدا به ما نشون میده داوود برای یک زمانی انتخاب شد که بیاد و خدمتی رو انجام بده کاری رو انجام بده یک دعوتی به داوود داده شد باید دوره خودش رو به کمال میرسون وقتی که داوود دوره خودش رو تموم کرد مثل پولس که میگه دوره خود را اون میدانی که پیش روی ما مقرر است در ابرانیان فصل دوازده آیه دو که میگه پیش روی ما میدانی مقرره که ما هم باید بدویم ایزان تک تک شما وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردید خیلی متاسفم براتون که خبر نداشتید ولی حالا بدونید شما ثبت شدید در یک میدانی که باید بدوید فقط نیامدید که مسیح بشید برید دنبال کار و زندگیتون جای تاسف داره اگه اینطوری فکر میکنید به محض اینکه شما متولد میشید در خانه خدا خداوند میگه حالا زمان اینه که بری تو میدان و بدوی این میدان رو و یه نفر به تو یه چوبی رو خواهد داد این چوب یا این مشعل شهادت حاکمیت عیسی مسیح خداوندی عیسی مسیح در زندگی تو باید در دستت باشه تا آخر باد بدوی چندین بار میخوری زمین میگه داوود زمین نخورد میگه داوود اشتباهاتی نداشت میگه خطایی نداشت اما یک چیز در داوود بود که خدا تحسین میکرد گفت مثل مردمه که چشمم تو رو دوست دارم و این بود که داوود در تمام شرایط زندگیش با تمام گناهان و قصوراتش مشعل شهادت حاکمیت خدا رو از دستش ننداخت پایین و دوره خودش رو دوید و اون چوب و یا اون مشعل رو سپرد به بعدی در اعمال رسولان 13 میگه داوود در زمان خودش اراده خدا رو خدمت کرد و با پدران خفت من اون شبی که این پیام رو شنیدم از پدر عزیزم بردر فرد وقتی این رو موعظه کرد زار زار گریه کردم فهمیدم من کجا هستم من فهمیدم منم در یک دوی میدانی هستم که پنج هزار سال قبل از من همه شروع کردن به دویدن به دویدن به دویدن هر کدومشون در نسل خودشون دویدن این میدان رو و چوب رو دادن به بعدی به بعدی به بعدی تا رسیده به من شما در سال 2024 این چوب به شما داده شده امروز برادر آلبرت اینجا هست ایشون داره دوره خودش رو به کمال میرسونه روزی خواهد بود که شاید بخواد از اون خدمتش خورده استراحت بکنه این چوبو باید به کی بده این مشعل باید به کی داده بشه نگرانی پولس همین بود که آیا هستن اونایی که میتونه مشعل رو بهشون بده در تمام عهد جدید و خدمت پولس دو نفر مونده بودن همه رفته بودن برای همین که در پایین زندگیش میگه همه مرا در آسیا ترک نمودن تمام کلیسایی که پولس بنا کرده بود تاسیس کرده بود بنیانگذاری کرده بود همه او رو ترک کرده بودن به جز دو نفر تیموتائوس و تیتوس برای همین که دو تا نامه می نویسه یکی به تیموتائوس یکی به تیتوس نگرانی پولس سر چیه میدونه داره میره از این دنیا دوره خودش رو داره تموم میکنه و نمیدونه این چوب رو باید به کی بده کیه که رو نگه می‌داره، کیه که باید این شهادت رو نگه داره و دونده بعدی باشه من اون شب نگاه کردم الان پدر من نزدیک 90 سالشه و من میدونم یقینا اون چوب رو به من داد نه که من بشم پاستور و شبان اصلا علاقه ندارم نه شبان بشم نه پاستور بشم چون مشکل کار دنیا اینه که شبان بشید شما اگر اومدم به شما گفتن شبان بشید دو دست و دو پا در برید شبان بزرگترین مسئولیت دنیا شبان داره جان مردم در دسته شخصی که حالا باید این رو چوپانی بکنه پاهاشون رو بشوره کسافت ها رو جمع بکنه شبان هم اون دیست که بالای یه تخت بشینه بگید باید دست من رو ببوسید من شبان شما هستم شبان باید اون لایه گوسفندا اونجا بره پشم بری بکنه بشوره من که نمیخوام دعوت من نیست اما من میدم چوبی من به من داده شد و من اون شب فهمیدم که منم باد بودم. آیا, آیا شما دارید میدوید؟ آیا شما چی چوبی در دستتون هست که بهتون سپرده شده؟ حتما نباید یه شخصی داده باشه این کلام داره به شما یک مشعلی رو میده بدو و شما مسئولید که اینو نگه دارید تمام کتاب مقدس از اولین قهرمان تا آخرین دوندگانی هستند که همه در یک تیم هستیم حابیل در همون تیمیه که شما هستید سلیمان در همون تیمی که شما هستید پتروس در همون تیمی که شما هستید شما جز و عضوی از یک تیمی هستید که پادشاهی عیسی مسیح نام این تیم هستش و این تیم باید هر کدوم در دوره خودشون بدوند و نهایتا پیروزی و اون مدال و تاج عدالت به همشون داده بشه اما مشروط بر که شما دونده باشید نه بیننده نه نظاره کننده باشید ما در کلیسا خیلی ها نظاره کننده هستن و دوندگان زیاد نداریم برای همینه که اینجا عیسی مسیح چی میگه میگه آیا چنین ایمانی رو خواهم یا چه جور ایمانی ایمانی که میخواد بدوه ایمان نجات بخش داریم و ایمان سلطنت طلب من کاری با سیاست ایران ندارم که سلطنت طلب باشه اصلا به با کاری ندارم وقتی میگم سلطنت طلب یعنی ما منتظر سلطنت عیسی مسیح تاج و تخت عیسی مسیح و ایمانی باید در من باشه که منو تشویق بکنه انگیزه بده تحریک بکنه که من برای اون تاج و تخت شروع کنم به فعالیت کردن خدا ایمان نجات بخش رو فقط نمیخواد ایمان نجات بخش شما رو فقط میاره تا تولد ایمان دارم عیسی مسیح نجات دهنده از او برای گناهان من بر روی صلیب مرد جریمه گناهان من دار روز سوم قیام کرد هاللویا این تا نجات شما رو میاره خداوند میگه آیا ایمانی رو پیدا خواهم کرد که از اون جا به بعد میخواد ای باشه به سوی کمال و رشد سپقت به جویه که برسه به اون تاج و تختی که من برای او تعیین کردم شما میدونستید دعوت شدید برای تاج و تخت نه فقط از آتش جهنم فرار بکنید بلکه با مسیح سلطنت بکنید اما نه به همین سادگی و راحتی پولس در اما هم، رس فصل 14 و 20 با زحمات بسیار وارد ملکوت خدا خواهیم شد نه فرش قرمز براتون نمیندازن من گفتم دقیقه ما برسیم به ملکوت لباسامون پاره پاره دستامون زخمی اما اونجاست که شستشوی جلال ما رو میاره در جایی که با مسیح سلطنت بکنیم به قول داد میگفت شطور سواری دلا دلا نمیشه راحت راحت نمیشه باید بگید که من میخوام در این ایمان سلطنت بخش سلطنت طلب تخت نشینی در اون ایمان میخوام من روش بکنم اینجا این کلمه ایمان هر جایی که اشاره بردم در یونانی آلمانی هم چک کردم بچه گفتن گفتم بله در آلمانی هم درست ترجمه شده در فارسی ضعف زبان ما در این قسمت متاسفانه نتونسته خوب ترجمه بکنه یک پیشوندی قبل از اون هست میگه آیا آن ایمان را خواهد یافت یک ایمان ویژه یک ایمان خاص یک ایمانی است که بر حسب مطالعه نمیاد بر حسب رفتن به دانشکده الهیات نمیاد بر حسب عادت نمیاد یک ایمانی است که خداوند با چشمای ما رو باز بکنه و به من نشون بده ما در مورد هویت زیاد صحبت میگم اما هویت فقط کافی نیست من بدونم من هویتم فرزندم من هویتم دونده باد باشه خداوند به من میگه تو فرزند منی پس بدو بدو در میدانی که پیش روی تو مقرر ساخته میگه به پیشوا و کامل کننده ایمان ببخشید اینجا وقتی میگه کامل کننده ایمان منظورش چی آیا نجات چیزی کم و کاست داشت که باید کامل بشه آیا ایسا باید حالی یه چیزی اضافه تر انجام بده خیر وقتی میگه کامل کننده ایمان یعنی این ایمانی که لازمه در میدان دویده بشه این ایمان رو خداوند میتونه تقویت بکنه پرورش بده رشد بده این ایمان هستش که ما رو به کمال میرسونه رساله ابرانیان مشکل سر این بود که ایماندارانی که در این رساله خطاب شدند راضی بودند به همین که فقط نجات مسیح رو داشته باشند اما نمیخواستند بیشتر جلو برن شده بودن کلیسای قرن 24 24 ایمانداران قرن بیست و فقط کفایت میکنم به اینکه من نجات دارم بیمه عمر آت... سوزی خودم از جهنم به بهشتم خریدم دیگه میخوام چیکار بکنم دوشنبه میرم سر کار حالا ماهی یک بار دوباره می سری میزنم به این ساختمونی که اسمش رو کلیسا من برنامه های زندگی خودم رو دارم کارهای خودم رو دارم مشغولیت های خودم رو دارم شما دونده نیستید نمیگم 24 ساعت باید بیاید تو ساختمون بشینید دعا بکنید اونم یه حالت غیر تعادل درش وجود داره اصلا من همیشه گفتم زندگی یک ایماندار مثل یک ماشین با چهار چرخ شما تا حالا دیدید ماشینی که یکی از چرخاش بادش کم یا زیاد باشه چه اتفاق میفته ماشین اینطور به راست یا به چپ میکشه چهار چیز در زندگی ایماندار باید در تعادل باشه در رساله فیلیپیان فصل چهار میگه اعتدال شما بر جمعی مردم معروف باشد اعتدال یعنی چی؟ یعنی تعادل چهار چیز زندگی فیزیکی شما زندگی خانوادگی شما زندگی کاری شما و زندگی روحانی شما برای ما که در قرن 21 چهار چیز باید مثل چهار چرخ باشه اگه 24 ساعت داریم کار میکنیم نه به خانواده نه به خودمون نه به زندگی روحانی چرخ ما یواش یواش از توازن در میاد 24 ساعت که دامانده من زیر دستم میخوام برم فعالیت بکنم اونم بده اونم بده رساله ابرانیان به ما نشون میده حالت بچه بودن ایمانداران رو بچه میخواستند بمونن میگه شما بچه ای داری شیر می‌خورید، اومد در مورد ملکی صدق امروز قول داده بودم در مورد ملکی صدق تو هامبورگ صحبت بکنم میگه شما میدونید ملکی صدق کی بود؟ بعد میاد دهنش رو باز بکنه یه کوچولو در مورد ملکی صدق بگه بگه ببخشید من فکر نمی کنم. بتونم بهتون زیاد بگم چون شما هنوز شیرخواره هستید نیاز داری یکی تازه براتون از شیر حرف بزنه در فصل 6 میگه از این تعالیم ابتدای مسیح بگذریم و به سوی کمال رشد بلوغ حرکت بکنیم بار دیگر بنیاد از اعمال توبه از اعمال مرده تعمیدها دستگذاری چیزهای آخر، روزهای آخر رو ندهیم بلکه به سوی کمال سبقت بجیم در مورد ملکی صدق زیاد چیزی نمیگه بینی چرا نمیگه ولی ما میدونم پر چی نمیگه ما در کتاب دو, دو جور کیانت داریم کهانت بر حسب لاوی یا هارون کهانت بر حسب ملکی صدق می دونستید؟ در کتاب دو تا کهانت وجود داره کهانت لاوی و هارون کهانت ملکی صدق کهانت لاوی و هارون کهانت قربانی ها خون بخشایش گناهان و نمادی بود از صلیب مسیح نمونه بود از کار مسیح بر روی صلیب مسیح هم خودش قربانی بود هم گذراننده قربانی بود هم دریافت کننده قربانی بود هم بخشنده قربانی بود همه چیز خودش بود هر چی در عهد عتیق میخونی در نمونه های اون خیمه معبد گوسفند کاهن همش خودشه در روی بر روی صلیب عیسی مسیح گفت تمام شد یعنی تمام قربانی های لازم خون لازم برای بخشایش گناه ریخته شد کهانت لاوی تمام شد یک از اشتباهاتی که خیلی از ایمانداران میکنن میپرسم ازش خب عیسی مسیح در آسمان داره چیکار میکنه به منم اینطوری یاد داده بودن عیسی مسیح در آسمان داره بر ما شفاعت میکنه هر بار ما گناه میکنی میره پیش خدا میگه پدر این اینو ببخشین این بچه تا این فرزند تو هستش مبادا اینو داوریش بکنی خون من ریخته شده اشتباه چه این چیزی نیست خون عیسی مسیح خود ابرانی هم که یک بار برای همیشه ریخته شد نیازی نیست ما دائما متمسک بشیم به شفاعتی که حالا خدا خون مسیح رو به یاد بیاره مثل اینکه خدا یادش میره هر چند وقتی بار من با از کمد خون مسیح رو در بیارم پدر جان خون من ریختم ها، یادت باشه اینو داوری نکن چنین چیزی نیست چنین چیزی نیست خون مسیح کفایت داره و اعتبار داره یک بار برای همیشه تا ابد تمام گناهان گذشته حال و آینده من رو زیر کفاره خودش میاره البته که اگه گناه کردم میگه به گناهان خود اعتراف کنی و امین و عادل است تا شما رو از هر گناه و ناراستی پاک سازد اما در آسمان عیسی مسیح کهانتش بر رتبه ملکی صدق هستش حالا برشون شما باز کنم ملکی صدق چیه برای اینکه بهتر بفهمید ملکی صدق چیه میریم به فصل چهاردهم کتاب پیدایش در فصل چهاردهم کتاب پیدایش ابراهیم در یک حمله ای که بین چهار پادشاه و پنج پادشاه اون منطقه میشه برادرزادش و لوت و خانوادهشو رو به اسارت میبرن خبر میارن به ابراهیم که برادرزاده رو بردن ابراهیم با سی و هیجده همراهانش سوار بر اولاغان تا دروازه های دمشق میره و لوت و خانوادهش رو نجات میده برادرزاده خودش رو و بر میگردونه در راه بازگشت که میرسن به اونجایی که قبلا بودن دو تا پادشاه از دو طرف دارن میان این صحنه رو نگاه بکنید دو تا پادشاه دارن از دو زاوی از دو طرف دارن میان یکی پادشاه صدومه داره میاد با لباس های فاخر و با اون زینت پادشاهی یکی هم یه مردی است به اسم ملکی صدق که پادشاه سالیم هستش که بعدها میشه همون شهر اورشلیم اون موقع سالیم بهش میگفتن که میگه این ملکی صدق ما نمیدونیم از کجا پیدا شده در فصل هفتم ابرانیا میگه این اصل و نسبش مشخص نیست چون است از آسمانی بودن شخص عیسی مسیح در نمونه این دو پادشاه دارن میان ابراهیم هم اینجا ایستاده بردر زادش اونجا تمام قنیمت جنگی رو آورده و پادشاه صدوم میاد به ابراهیم میگه که همه این ثروت ها مال تو غنیمت مال تو فقط خادمینو به من و به من نوکرای من و غلامای من به من پس بده تمام ثروت ها مال تو ابراهیم فقط اون چیزی که مال من رو به من بده کافیه از اون طرف ملکی صدق اومده توی سینی یه قرص نان و یه جام شراب رو اونجا گذاشته ابراهیم اینجا میفهمه این ملکی صدق ظاهرا هیچ چی نداره به من بده اما یه چیزی اینجا هست که رازی در این ملکی صدق هستش از اینجا میخوام یه تبصره بدم من اصولا مثل دبیرهای دبیرستان که میمدن میگفتن امروز میخوام در مورد این مسئله سوال کنم الف آکولاد باز کنید پرانتز باز کنید ما ده طبقه باد میمدیم پایین از پایین میرفت بالا میرسید به اون اصل قضیه حالا تبصره این خیلی مهمه برای شما برای کلیسای آلفا بسیار مهمه ده یک از شریعت موسی شروع نشد ده یک از زمان ابراهیم شروع شد و در چه زمانی فرمول ده یک رو میخوام بهتون بگم اگه فهمیدید امروز میاد اینجا میگید آقا من میخوام ده یکم بنویسم من میخوام ده یک بدم اگه نفهمیدید که همینجوری جمعش کنید برید دنبال کار زندگیتون ابراهیم وقتی پیروزی آزادی برادرزادش رو به دست اوورد در ازای اون پیروزی ده یک داد پیروزی که به دست آورده بود در مقابلش ده یک داد به ملکی صدق و ملکی صدق اون ده یک رو پذیرفت فصل پونزده آیه یک میگه و خدا در رویا به ابراهیم ظاهر شد و ابراهیم ما ترس من سپر تو و اجر بزرگ تو هستم من پاداش تو هستم ما ده یک میدیم نه به خاطر اینکه میخوایم با خدا معامله کرده باشیم ما ده یک رو میدیم که میخوایم اعلام بکنیم که من پیروز شدم در جنگی که خداوند به من کمک کرده نیرو داده قدرت داده که در مقابل دشمن بتونم بیستم و حرکت بکنم در این نبرد و جنگ نیکوی این ایمان ده یک دادن یک علامتی است از تمایل من به ورود به جنگی که به پیروزی ختم میشه چون دادن پول یه خود چسبندگی داره و خداوند میخواد ما در دل ختنه بشیم نسبت به چسبندگی پول حالا از آکولات برگردیم به نقطه اصلی اینو گفتم بدونید ده یک اینجا معنیش این هست اعلان شهادت پیروزی در جنگی که خداوند به ما پیروزی داده هر بار شما ده یک میدید میگی خدا منو پیروز کرده و به ملکی صدق خودم میدم اگر از من بپرسید امروز عیسی مسیح داره چکار میکنه در آسمان عیسی مسیح در رتبه ملکی صدق داره کهانت میکنه کهانت ملکی صدق درش خونی نیست درش بره و قربانی نیست کهانت ملکی صدق تجهیز برکت و پاداش دادن هستش ملکی صدق تحسین تجهیز و پاداشی بود که به ابراهیم داد اون کهانت رو خداوند به مراتب بزرگتر از ملکی صدق در آسمان میده امروز داره خداوند چکار میکنه؟ نگاه میکنه به ایمانداران کدومشون میخوان دونده باشن کدومشون میخوان در این جنگ ایمان بایستن و بجنگن و پیروز بشن به اونها من امداد میدم به اونها من کمک میکنم به اونها من قدرت میدم ایمانداری که برای خودش گرفته لم داده توی خونه خودش رو هیچ کاری نمیخواد بکنه چه خطری برای دشمن داره شما چه خطری برای شیطان دارید که شیطان فکر به دنبال شما افتاده من خسته شدم از این کار او شیطان به من حمله کرد ببخشید شما کاری کردی که شیطان حمله بکنه به شیطان عاشق چش که داره به حمله میکنه همینطور تو کی هستی که فکر میکنی او شیطان به من حمله کرده کجای تو لم دادی روی مبل خودت داری تلویزیون تماشا کنی شیطان حمله کرده خب اگه حمله کرده از اون تلویزیون خاموشش کن حمله رو شیطان زمانی میکنه که ایماندار وارد اون عرصه ای آن ایمان آن ایمانه که شیطان رو مشوش میکنه و براتون گفتم آن ایمان اگه گفتیم هستش رو بخوایم در بیاریم اصل پسرخاندگی است اصل پسرخاندگی تفاوت عمده است بین پسرخانده فرزند خانده در سرودا میگیم تو ما رو فرزند ساختی آمین هاللویا خوبه بردر ما هرموز اینجا نگفت تو مرا پسر ساختی چون که اینجوری یهوی پسر نمیشه خدا رو شک برای بردرمون که درست نوشته تو مرا فرزند ساختی مسیح پس میشه دو چیز فرزند با تولد پسر با رشد آن ایمان که پولس به تیموتاس میگه جنگ نیکوی ایمان رو بکن یعنی ایمانی که تو رو از فرزند خاندگی میاره به پسر خاندگی از بچه میاره به بلوغ این چیزی است که خداوند به دنبالشه و شیطان هم به دنبالشه میدونی شیطان کی به شما حمله خواهد کرد روزی که شما تصمیم بگیرید من میخوام پسر خوانده باشم من میخوام در مسیر پسر بودن رسیدن به اون رشد و بلوغ به شباهت شخصیت عیسی مسیح اجازه بدم رول قدس منو رو تبدیل بشه شیطان میگه نه 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 نه, نه اصلا چنین چیزی اجازه نخواهد بود بچه بمون شیرتو بخور صداتم در نبشین تلویزیون تماشا کن ایمانداران اینجوری زیاد داریم به محض که ایماندار یک کلیسا تصمیم میگیره که میخوان در جایگاه پسران شروع کنن حرکت کردن و رشد کردن به اون بلوغ و اون شباهت برسن شیطان وحشت زده میشه چون میدونه پسران هستن که دخلشو میارن پسران هستن که او رو نابود خواهند کرد بچه نمیتونه با شیطان حریف بشه اما پسران میتونن آن ایمان ایمانی است که هسته ای اون ایمان اصل پسرخواندگی است گفتم در یونانی یک واژه است که پسر بچه ها رو میگه تکنان به پسر بالغ میگه هویوس باور بردر آلبرت تو ماشین بودیم یادمون اومد ایشون سی و سال پیش اینو از پدر من در اسپانیا شنیده بود که این موضوع رو برای اولین بار اونجا باز شده بود و به اسپانیش به اسپانیولی کلمه این بود نینیوس ایخوس دقیقا واجه اسپانیشه نینیوس ایخوس تکنون هویوس پسر بچه پسر بالغ خدا اگه از من بپرسه کتاب مقدس در مورد چیه از اول تا آخرش در مورد اینه تولد فرزندان تولید پسران و سلطنت پسران در اتحاد با پسر یگانه عیسی مسیح از اول برنامه خدا این بوده اصلا خدا برنامه دیگه ای نداره خدا از ازل در تشکیل یک خانواده پسران در شباهت به پسر خودش این برنامه خدا بوده حالا شما هر چی میخواید فکر کنید خدا یک برنامه بیشتر نداره پسران در ابدیت با پسران خواهد بود فرزندان در منزل پدر هستند اما نقشی رو نمیتونن داشته باشن در امور پدر در سلطنت پسر پس شما باید از خودتون بپرسید آیا من پسر بچم یا دارم به بلوغ میرسم اگر میخواد به این بلوغ برسید باید وارد اون میدانی بشید که خداوند میگه باید بدوی نگران نباش زمین خواهی خورد زخمی خواهی شد اما من چون انگیزه دلت اونیه که من میخوام هستم اونجا نمونه رو در رهدتیق دادم ایسو و یعقوب ایسو و یعقوب هر دو بچه اسحاق بودن فرزندان اسحاق بودن اما عیسی هیچ تمایل انگیزه و علاقه به امور پدرش نداشت میخواست برای خودش زندگی بکنه منزل پدرش بود برکات خانواده اسحاق و ربکا اونجا بود براش اما تمایلی نداشت به اصل نخست زادگی که در اصل این پسرخاندگی ربط داره به نخست زادگی چون نخست زاده وارث هستش نخست زاده کسیه که فهمیده پسر یعنی چی و می‌خواد میخواد در اون جایگاه وراثت کهانت و اقتدار خانواده جانشین پدرش بشه ایسو چه این چیز رو نمیخواد با اینکه نخست داده بود گفت بابا ای بابا من که فرزند اسحاق هستم خداوند در ابرانیا میگه از ایسو متنفر بودم اما یعقوب رو دوست داشتم یعقوب رو وقتی میخونید من جای شما بودم اصلا یعقوب هیچ تمایلی به دوست داشتنش ندارم چون یک مرد بسیار فریبکار هیلگر آبزیرکاه دروغگو هر چی که شما فکر میکنید یعقوب بود اما خدا میگه اینو دوستش دارم مثل داوود و شاول شاول گناهان خاصی نکرد انقدر به درجه داوود اما برای داوود خدا زیاد چیزی در دلش نداشت اما برای داوود میگه مثل مردمه که چشمم این داوودو دوست دارم دروغ گفت دانش کف کرد گفت من دیوونم بعد با زن یکی دیگه خوابید شوهرشو کشت هزار کار کرد خدا میگه من مثل مردم که چشه دوست دارم اگه من و شما بودیم اینا رو اصلا تو کلیسا را نمیدادیم نه یعقوب و را میدادیم نه داوود و نه پولس و نه پتروس و اکثر قهرمانان ایمان تو کلیساهای ما جا نداشتن از همونجا میگفتیم برو بیرون اینجا جای مقدسینه اینجا مقدسین میان جمع میشن اینجا نداره همه مقدسن اینجا پولس تو آدم کشی داو تو زناکاری یعقوب تو دروغگویی اما میگه یعقوب رو دوست داشت خدا گفت آفرین یعقوب آفرین تو یه چیزی میخوای که اون چیزی که من میخوام این اسحاق بیچاره باید یه وارثی داشته باشه که امور خانوادهش رو علاقه داشته و تو میخوای آفرین آفرین اما فقط یه مشکلی داری اون رای که تو میخوای رای من نیست اما انگیزت خوبه راهش غلطه یادت میدم 20 سال میبرم میچرخونمت خودتو از خودت خالی میکنم آخر هم حسابی گوشمالید میدم مشتمال و بعد اون موقع تو دیگه کاملا یعقوب از یعقوب خالی میشه میشه اسرائیل شاهزاده وارث خداوند میخواد ما به پسران تبدیل بشیم و این چیزی است که اول باید از خداوند بخوایم که به ما اینو نشون بده که خداوند یک برنامه بیشتر نداره داشتن پسران از لحاظ جنسیت صحبت نمی کنم اینجا بازم توضیح میدم اینجا منظور فقط مردان نیستن زن و مرد در حضور خداوند مثل پسران تشبیه شدن چون وارث هستن من روز جمعه گفتم که از دعاهاتون میفهمم که شما پسر بچه اید یا دارید در بلوغ رشد میکنید در برمن اینو گفتم یه روز زودتر از اونجا شما برمن شنید میدون از کجا میفهمم که شما بچه اید من بچه همون هم بچه ایم من خودم مستثنا نمیبینم هیچ وقت در موعظه خودم رو بهتر از شما نمیبینم هر جایی که شما من منم بغلتونم دعای شما اینجوریه پدر جان شکرت میکنم که منو دوست داشتی من نجات دادی منو با روحت پر کردی حالا به حضور تو میام به نام عیسی مسیح من مشکلی دارم اینجا پدر من مریضه کار من مشکل پیدا کرده وضع مالیم خرابه با همسرم اختلاف پیدا کردم بچهای من حرف گوش نمیدن و, و و و و آیا این دعای شما نیست ایزان؟ دعای من اینجوریه. اکثرا ما چیکار میکنیم؟ در دعاهای خودمون نیازهای خودمون رو دائما به حضور خدا بلند میکنیم درسته؟ نمیگم نباید دعا کرد نباید نیازهای خودمون رو به خدا اعلام کنیم اما اگر زندگی دعای ما فقط و فقط و فقط هر روز و هر روز و هر روز اینه فقط یه چیز نشون میده شما فقط یه مصرف کننده و گیرنده ای فقط میخوای فقط میخوای پس شما نمیخوای با خدا هیچ ارتباطی داشته باشی که دو طرفه باشه فقط یه طرفه، خدا اونجا مثل ماشینی باشه که شما بری سکه بندازی از توش آدامس بگیری آب نبات بگیری خدای ماشین ارزای خواسته های شماست این بچه های دنیا تو دیدین بچه های کوچیک بچه کوچیک اصلا پدر مادرش اونطوری که با نمیشناسه فقط یه چیز میبینه پدر مادرش رو منبع غذا، شکلات، بستنی، بازی، اسباب بازی همینه فهمش و شناختش از پدر مادر بسیار محدوده و شما هم میدونید که این بچه است و اشکال نداره بچه رو باید این تغذیه رو داد باید محبتش کرد باید اسباب بازی رو بهش داد اما تا کی سیزده سالش میگه هنوز میخوام عروسک بازی کنم خب میگه دخترم تو نمیخوای مثلا یه خود بری ورزش بکنی نمیخوای بری حال خود مطالعه بکنی هنوز میخوای با اون باربیا بازی بکنی پسرم تو میخوای از ماشین رو اینجوری بری برداری فرش خونه اینجوری ماشین ماشین برونی نمیخوای فکر کنی که مثلا علوم چیه ستاره شناسی ورزش فوتبال من از دعاهای ایمانداران میدونم کجا هستن البته اگه نو ایمان هستید باید اینجوری دعا کن پدرم میخوام 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 و خداوند میده من بعضی موقع به نو میگم برای من دعا بکن صدای منو نمیشنوه خدا نو ایمانا رو نمیشنوه خدا خیلی سری جواب میده برادر ادوین من دیشب دعا کردم خداوند جواب منو من میگه عجب این همون خدایی که من دارم دعا میکنم جواب رو میگن و جواب منو نمیده روشم هم برمیگره میگه برو گم شو پسر گنده بعد از 50 سال اومدی از من قاقالیلی میخوای؟ برست بشین فکر کن به میگم تو رو خدا بهش بگیر به منم یه لطفی بکنه <laughs> چه دعایی باید کرد اینا رو گفتم حالا خنده و این. اما چه دعایی باید کرد مجدد میگم اگه نویمانید این رو فقط به یاد داشته باشی بگی یه روزی بردردین چند سال پیش به من گفت اینو الان ممکنه نتونید اینو دعا بکنید اشکال نداره من هیچ کسی رو قضاوت نمیکنم اگه نویمانید همین دعاهای زیبای درخواستار رو به حضور پدر بیارید جوابا هم خواهید گرفت به نام عیسی مسیح آمین اما اگر در مسیر پسرخواندگی دارید زندگی میکنید که پولس این رو فهمید جالب در مورد پولس اینه که پولس انقدر پیش زمینه قوی داشت از کلام خدا که خیلی طول نکشید که پولس بفهمه داستان چیه در راه دمشق که میرفت پولس اتفاقی براش افتاد یک صحنه رو دید عیسی مسیح در آسمان که ایستاده و بهش گفت سولوس سولوس همون پولوسه چرا بر من جفا میکنی؟ آیا نمیدانی که بر میخها لگت زدن چه عاقبتی داره؟ ترجمه تفسیری گفتم پولوس اولین بار بود که عیسی رو میدید یادتونه چی گفتم؟ دیدن، شنیدن، تجربه در جواب پولوس چیزی رو گفت که دعای ماست برای شما که میخواید در مسیر پسرخاندگی از امروز بگید من دیگه خسته شدم بچه بمونم میخوام رشد بکنم دو تا سوال پرسید از خودمان گفت خداوند تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ گفت من ایسا هستم و همین کافی بود که پولوس رو به زانو در بیاره و یک چیزی رو فهمید که ناگهان تمام عهد عتیق برای پولس باز شد ایشون استاد عهد عتیق بود از ملایان مذهبی یهود بود عهد عتیق رو از هر کسی بهتر بلد بود ناگهان وقتی گفت من عیسی هستم مثل اینکه پیدایش خروج لاویان اعداد تصنیه یوشا داوران پشت سر هم تو مغز پولس باز شد و اه! تمام اینه خودشه تو کی هستی اگه شما دعاهاتون رو عوض بکنید در روز که بیدار میشه بگید خداوند تو کی هستی به من نشون بده من میخوام تو رو در کلامت ببینم تو کی هستی اون موقع خواهید دید که خداوند چه کاری خواهد کرد سوال دوم که سخت تره اولیش یه خود آسونه تو کی هستی از من چی میخوای؟ از من چی میخوای؟ من چه کاری باید برای تو بکنم؟ اینجاست که بلوغ رو میبینید به جای اینکه چیزی بخواد به خدا میگه تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ بچه ایش فقط از پدر و مادرش نمیپرسه تو چی میخوای؟ فقط میگه بده بابا بده مامانم بده بچه هیچ وقت نمیپرسه این رو و پدر و مادرم به بچه نمیگن بچه برو اونجا به روه نمیدونم شیر و نمیدونم میوه بخر چون نمیره بچه نمیدونه چه کجا باید بره اصلا معنی خرج کردن پول و بلد نیست بچه فقط میدونه بگه و میرسه اما بچه وقتی 15 16 17 ساله شد میاد به پدرش میگه بابا جان من کاری میتونم برای تو انجام بدم مادرش مادر جان من کاری میتونم برای تو انجام بدم اون موقع است که یک رضایت عجیبی در دل مادر و پدر میاد که این بچه رو ما از بد و نوزادی به اینجا رسیدیم این بچه حالا علاقه من شده در مورد زندگی ما و امور ما ببین چقدر خوشحالی در دل پدر مادر میاد وقتی بچه پسر یا دختر جویای نیاز پدر و مادرشون میشن به همون میزان و بیشتر وقتی ما به پدر میگیم پدر از من چی میخوای؟ از من چی میخوای؟ تو کی هستی؟ بچه ها نمیتونن پدر مادرشون رو بگن تو کی هستی چون نمیتونن قدرت شناخ نن اما یه بچه 20 ساله من امروز که پدر من نزدیک 90 سالشه من میتونم با پدرم بشینم صحبت بکنم و او رو میشناسم زمانی که ده سالم بود پدر من یه قهرمانی بود که فقط تمام اون چیزهایی که ما نیاز داشتیم برای ما میوورد اما الان میبینم این مرد چه زحماتی کشید چه فداکاری هایی کرد مادر من چه فداکاری میشناسمشون تو کی هستی؟ تو چی میخواهی من چه کار باید انجام بدم؟ اگه برای سی روز روزه دعا بگیرید از این نوع. بگیرید من دعای دیگر رو میذارم کنار. این رو میخوام هر روز بیدار میشم. میگم تو کی هستی به من از کلام نشون بده. و وارد کلام بشید خدا من باز میکنه. باز میکنه. باز میکنه. و من چی؟ چ... از من چی میخوای؟ کلیسایی که این سوال را از خداوند بکنه اون کلیسا چیزهایی رو دریافت میکنه که خودشون تصورش رو ما میایم اینجا فقط میخوایم خداوند همه رو برکت بده شفا بده بر... آزادی بیاد این بیاد بله اینا همه هست هیچ کدوم منکر نمیشم من اما اگه کلیسا یک دست بگه تو کی هستی از ما چی میخوایی اون کلیسا یک نیروی منفجره میشه که دنیای خودش رو میتونه منفجر بکنه چی کلیسا اینقدر ضعیف شهادت نداریش که برای کلیسا تره خورد نمیکنه ما فکر میکنیم دنیا برای ما چیزی ارزشی قائل میخندم میخندم ما میگن یه سری آدمای عمل مذهبی اومدن نشستن دارن یه کتاب 3000 ساله رو دارن میخونن برای دلشون برای خودشون خوشه اما نیروی مسیر رو ندیدن پولس در رساله غلاطیان نگرانش این بود تمام رساله های پولس و دیگر رسولان سر همین مسئله بوده از میخوام با این تمام بکنم عهد جدید را اگه نگاه بکنید سه قسمت داره چهار انجیل رساله ها کتاب مکاشفه چهار انجیل در مورد ایمان نجات بخش صحبت میکنه که چطور مسیح اومد مرد زنده شد و وعده بخشایش گناهان کفاره گناهان برای ما تأمین شد چهار انجیل ایمان نجات بخش برای چی پولس باید رساله ها رو می نوشت؟ چون نگران بود که کلیسا حواسش پرت میشه، منحرف میشه، به هاشیه ها میره، به بیراه ها میره و اتفاق هم افتاد. این اتفاق افتاد. در همون قرن اولش شیطان اومد و این اصل پسرخاندگی رو خواست از تو کلیسا بدزده. امروز اصل پسرخاندگی از کلیسا دزدیده شده. کلیسا رفته تو هاشیه ها تعالیم زیبا اما هاشیه شاخ و برگ تعلیم اصلی کلیسا یک چیز باید باشه تجهیز ایمانداران در اصل پسرخاندگی و رسیدن به نخستادگی در عهد جدید فقط یک جا اسم کلیسا هست در رساله ابرانی فصل آزم میگه و کلیسای نخستادگان که در آسمان است. آیا همه ما در اون کلیسای نخستادگان ثبت شدیم؟ نه خوزداده اونهایی که وراست رو با جد و جهد به دنبالشن در اون بستر پسرخاندگی میخوان به دست بیارن آیا همه به دنبال این هستن؟ حالا هی بریم دنبال هاشیه ها روز به روز برنامه های کلیس های جالب تر میشه نور و صدا و نمایش و تات رو نمیدونم آهنگ های بسیار زیبا اجراهای عالی همش هم خوب خدا رو شکر اما این اصل نیست این اصل نیست کلیسا یک پیام بسیار ساده ولی در عین حال بسیار سختی رو داره شما با تولد روحانی با ایمان به مسیح فرزند شدی حالا باید بیای پسر بشی آیا آماده هستی برای پسر شدن بها داره در رساله به ابرانیا فصل دوازه و پنج میگوید که ای پسر من تعدیب خداوند را خار نمیگه ای فرزند من. نمیگه ای پسر کوچولوی من. ای پسر من تعدیب خدا را، خداوند را، خارمش ما زیرا هر که را دوست می‌دارد توبیق می‌نماد و سرزنش می‌نماد و به تازیانه می‌زند. اگه زندگی شما تازیانه، من فکر می‌کنم که اونایی که وارد سلطنت مسیح بشن، پشتشون تازیانه‌هایی که از پدر گرفتن نه از شیطان. ما همه چیز رو تقصیر شیطان میندازیم نه ازم. بعضی ما پدرم دیگه تازیانه میزنه. بعضی ما پدرم میزنه اونو نه که میخواد به قصد کشت بزنه میزنه که ما رو بیدار بکنه هشدار بده که ما در راه درستی نیستیم حواسمون پرت شده برای چی عیسی مسیح به هفت کلیسا آمد و پنج کلیسا رو اوور زیر سوال و در پنج کلیسا میگه تخت شیطان حضور شیطان کنیسه شیطان چیزهای عمیق شیطان شیطان چجوری راه پیدا کرده در کلیسا حالا ما این نهیب بدیم فرمان بدیم اما شیطان قصد باز خودش قشنگ دوکونش رو باز کرده و کار شیطان این نیست که شما رو بترسونه اتفاقا کار شیطان اینه که شما رو تشویق بکنه برید دنبال هاشیه ها برید دنبال هاشیه ها تو اینترنت به ببینین ببینید آخرین چیزهای جالبی که در مسیحیت در اومده چیه شما هم هی میرید هی میرید میچرخید فراموش میکنید که دعوت شما پسرخاندگی است پسرخوانده چندین علامت داره اینم بگم و تمام بکنم یکی از علائم پسرخواندگی تمرکز پسر فقط حواسش به یک چیز متمرکزه نمونه ی پسر رو در شخص عیسی مسیح پس عیسی مسیح یه چیز در فکرش یک چیز بود تمرکز به اراده پدرش من نمیگم شما برید بشید کشیش شبان چون کشی شبان, شده دل... شبان شدن نیست که متمرکز شدی اما در هر چیزی که زندگی میکنی در هر جا که هستید باید تمرکزتون می باشه آیا من دارم در راستای شناخت پدرم و در راستای همسویی با اراده پدرم دارم زندگی میکنم یا نه دوم علامت پسر بودن جمعی فکر کردنه جمعی فکر کردنه و جمعی زندگی کردنه عیسی مسیح هیچ وقت برای خودش زندگی نمیکرد بلکه میخواست همه شاگردانش و همراهانش با هم در اتحاد زندگی بکنن برای چی به اونا گفت برید در بالاخانه ده روز در دعا باشی که اتحاد بینشون ایجاد بشه که وقتی روح القدس میان 120 تا جزیره نباشن 120 یک قاره متحد باشن برای روح القدس که بستر پسرخاندگی در کلیسا شروع بشه با تولد مسیح شیطان از دو چیز وحشت کرد یکی تجسم به پسر خدا یکی تجسم اصل پسر خاندگی ای داده بیداد نه, نه فقط خودش اومده حالا میخواد اصل اینا اصل پسر رو به همه انتقال بده پس من نابود شدم چه کار باید بکنم خودش که نمیتونم کاریش بکنم اما کاری میکنم که کلیسایی که میخواد بنا بکنه حواسشون پرت بشه به شاخ و برگ بیارن فرق بازی کلیسا بازی این کارها رو بکنن یادشون بره برای چی خوانده شدن شما خوانده شدید برای پسر خاندگی. از این کمتر هم خداوند قبول نمیکنه حالا سوال اینه که میخواید بچه بمونید اشکالی نداره خداوند هیچ وقت بچه خودش رو از خونه نمیندازه بیرون اما محرومیت از وراست هست در مورد نجات صحبت نمی کنم شما رو نمیندازه به جهنم اما محرومتون میکنه از افتخار سلطنت با مسیح سلطنت به اونهایی داده میشه که بر حسب ریاضت میگه خودشون رو تربیت کردن و بنابراین پسران هستند. موضوع خیلی زیاده من دوازده جلسه در زوم در این راستا دست دادم و صحبت کردم ولی جمع کردم خلاصه کردم در یکی دو جلسه که حداقل شما لب به مطلب رو بگیرید این یک جنبشیه که خداوند شروع کرده که به من و دیگران مثل من رسالت داده به کلیسا هشدار بدیم دعوت کلیسا دعوت پسرخاندگی است تمام اون چیزها شاخ و برگ و هاشی است اگر در این مسیر حرکت نکنید و بچه بمونید مسئولیتش با خودتونه در حضور تخت داوری مسیح جواب خواهید داد ده سال پونزده سال من در ایمانم بعضی ها شما میگید من بیست سال در ایمانم بعد نگاه میکنم میبینم که خود منم جزشم من مستثم هنوز ما مثل بچه ها داریم فکر میکنیم یکی از چیزهای دیگه که علامت بچه بودن جنگ و دعواست بچه هستن که بازی را از دست با بازی را دست میکشن چنگ میزنن مو میکشن جیغ میزنن پسر بالغ اصلا رو نداره متمرکز بر امور پدرش و میخواد که او رو خوشنود بکنه یه آیه هست در کتاب نهمیا میگه شادی خداوند یا خوشی خداوند نیروی ماست این سرود ما بندگردان داشتیم یکی از مشکلات کلیسای فارسی زبان امروز که ما دیگه بندگردان نداریم همه از سرودهای پنج خطیه پنج پارا ما تو ایران بندگردان زیاد میخونیم یه خط دو خط این هم یه سوری بود شادی خداوند نیروی ماست همین شادی خداوند نیروی ماست بندگردان دیگه نمیخونیم رفتیم تو بحر سوردای سه چهار پاراگرافی اونم قشنگه ولی بندگردان انقدر قدرت بود در این بندگردان ها شادی خداوند نیروی ماست میدونید این آیه اشتباه تعبیر شده معنی واقعی که وقتی خدا شاد بشه نیروی خودش رو انتقال میده به فرزندانش یا پسرانش شادی خداوند خدا در عبری شادی رو توصیف میکنه مثل لبخند میگه وقتی خدا لبخند بزنه اون میشه نیروی ما پدر در چه زمانی لبخند میزنه در دو حالت یا به اون بچه نگاه میکنه میگه <تصحیح> چه توله <هی> این هنوز <تصحیح> این یه جور لبخنده اما اون لبخندی که پدر میزنه زمانی که عیسی از آب اومد بیرون به نظر من فکر نکنید در فیلم های هالیوودی ساختم مثلا خدا اونجا با یه حالت خیلی جدی میگه این هست پسر حبیب من که از او خوش نودم من فکر میکنم به فرشتاگ گفت ببینید پسر من ببینید این پسر منه که ازش خوشحالم خوشنودم این شد قوتی که عیسی رو برد به بیابان و پیروز شد میخواهید که شما شادی خداوند انتقال پیدا کنه برایشان نیرو بشه باید در اصل پسرخواندگی زندگی بکنید. سر پا بیستیم من اون چیزی که لازم بود بهتون گفتم پولس رسول در اعمال رسولان فصل 20 میگوید که رهبران کلیسای افسوس رو آورد اونجا و دستای خودش رو شست گفت من از خون شما بری هستم من اون چیزی که خداوند به من سپرد که به شما بگم گفتم کلیسا امروز بیشتر از هر پیامی بیشتر از هر مسیری بیشتر از هر حقیقتی باید برگرده به پایه ها و اساس بنیاد کلیسا که اصل پسرخاندگی است و این تصمیم شخصی هر کسی هستش که من دیگه نمیخوام بچه بمونم میخوام در راستا و در مسیر پسرخاندگی و اون چیزی که خداوند به من یاد خواهد داد با روح زندگی بکنم و این با دیدن و شنیدن و تجربه خواهد اومد اگر شما نو ایمان هستید خدا رو شکر برای شما شیرتون رو بخورید خدا رو شکر خداوند برکت بده جواب دعاتون رو خواهید گرفت هاللویا اما اگر فکر میکنید که ایمان داره چند وقت هستید سوال من اینه که آیا هنوز در بچگی دارید ادای میدید خجالت نمیکشید بعد از این همه سال هنوز دارید شیر میخورید استطاعتش رو ندارید کهانت ملکی صدق رو هنوز نفهمیدید که چه کار داری میکنه مسیح در کهانت ملکی صدق داره پسران رو آماده میکنه برای سلطنت تمرکز عیسی روی پسران هستش فرزندان همه در زیر پوشش کفاره مسیح هستن پس امروز میتونیم این تصمیم قاطعانه رو بگیریم من دیگه خسته شدم از این مسیحی بازی کلیسا بازی و بازی بازی هایی که به اسم مسیح دارم میام کلیسا و میرم میخوام واقعا جدا در مسیر پسر خاندگی سبتنام بکنم در میدانی که پیش روی من قرار داده شده بدوم و تاج عدالتی که به پولس وعده داده شد نصیب من هم بشه آمین میخوام که دعوت بکنم به شما که با بلند کردن دستتون اونهایی که واقعا به این نتیجه رسیدید با تجربه که خودتون خودتون خیلی خوب میشناسید و میگید دیگه کافیه زمان رسیده که خداوند به دنبال پسران هستش چون وقت زیادی نداریم آمدن خداوند عیسی مسیح بسیار نزدیکه تصمیمی مثل این تصمیم رو شاید یک بار بیشتر نتونید بگیره در رساله یهودا آیسه میگه که یک بار به مقدسین سپرده شد اجتهاد برای این ایمان یک بار من به شما سپردم و خادمین شما روی این میتونن کمکتون بکنن و پشتیبانی بکنن اما تصمیم با شماست آیا هستید شماهایی که مصمم شدید از امروز به بعد به خصوص در این دعایی که گفتم برای ایماندارانی که در این زندگی ایمان چند وقتی هستید دعاتون عوض بکنید تو کی هستی؟ از من چی میخوای؟ و این دعای خیلی سختیه چون عادت ما اینه که همیشه بخوایم یه چیزی از او بخوایم نخواهید یه مدتی بگید تو چی میخوایی؟ و ببینید چه جوابهایی رو خواهید گرفت چه مکاشفاتی رو خواهید گرفت من میخوام به علامت توافق با کلام خدا اونهایی که واقعا مصمم شدن در مسیر پسرخواندگی حرکت بکنن دستشون رو برم بالا بگم من تصمیم گرفتم کافیه بس دیگه بچه بودن پدر آسمانی ای توی دستا رو میبینی که به سوی آسمان به علامت توافق بلند شدن تو عارف قلبا هستی تو نظاره کننده هستی تو هستی که اینجا ایستادی و نگاه میکنی به فرزندان تو که دارن به تو میگن ما میخواییم پسران باشیم پدر کمکشون کن پدر راهنمایشون کن پدر خودت رو بر اونو مکشوف کن چون اونو باید از تو بپرسن تو کی هستی همونطور که خداوند ما ایسای مسیح در یوحنا 17 گفت و این از حیات جاودانی که تو خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح رو که فرستادی بشناسن پدر خودت رو به اونا بشناسون همونطور که خداوند برای شاگردانش دعا کرد بشناسون خودت رو و وقتی از تو بپرسن از من چی میخوای نشون بده نشون بده چی میخوای و این میدانی که پیش روی هر کدومشون مقرر شده و این دوره رو باید بدون و این چوبه شهادت این مشعل شهادت رو به دست گرفته به نسل بعد بدن اگر خداوند ما بازگشت نکنه امین باشن وفادار باشن علا رغم تمام ها و افتادنها تا لحظه آخر تا نفس آخر این مشعل رو نگه دارم و بعد با اطمینان بگن که جنگ خود را نمودم دوره خود را به کمال رسانیدم و ایمان را حفظ کردم ایمانی که منو به پسر خاندگی دعوت کرد اون ایمان در من کار کرد و به کمال رسید و من الان تاج عدالت رو دریافت میکنم پدر این عزیزانی که دستاشون رفت بالا تو فقط باید این کار رو انجام بدی کار انسانی است کار تو کار مکشوف ساختن اراده تو فکر تو دل تو هست به اینها و اینها در این اتحاد کلیسای باشن که کلیسایی که کلیسای نخوست زادگان کلیسایی که در اینجا نخوست زادگان پرورش پیدا میکنن کلیسایی که پسران در اینجا در اتحاد میستند به در مقابل دشمن به نام عیسی مسیح برکت پیروزی و مسح و شادمانی تو در دلهای اینها باشه به نام عیسی مسیح پدر دعا میکنیم آمین خانه شار برکت